خب بیایم بریم سراغ اون کار <تصفح> حساسی که داریم که در واقع به یه اشتباه برخورده بودن مشکل این بود که من براتون یه فایل الان درست کردم که مشکل نشون میده و در واقع براوزش میکنم دیتا ایکس ایکس این آپلود میکنم این قرتی بازی ها رو میده که حالا مهمم نیست و دیتای من الان باید ایمپورت شده باشه ببینین چی شده select هر چی from use هم فکر کنم نکردیم use sms mysql select هر چی from serials ببینیم مشکلی که پیش اومده اینه که ممکنه اینا سریالشون از AA100 تا AA200 اینجا باشه یه بار هم گفته باشن AA110 تا AA120 ای ای اینجاست این توی این میفته یعنی در چند حالت این بازه ها میتونن با هم به مشکل بر بخورن حلش هم اصلا کار آسونی نیست یعنی ممکنه که یکی گفته باشه من این رنج سریال با منه حروف اولش حتما باید یکی باشه حواسمون باشه AA ای یا مثلا یعنی تو گروه AA یکی دیگه گفته باشه این رنج من جواب میدم نتیجهش این میشه که این دبل میشه قبلا این اتفاق میافتاد و ما بهشون میگفتیم دبل شده و اوکی بودیم حالا میخوام ببینم این دبل کدوم یکی باعث دوبلش شده کار راحتی هم نیستش یعنی خیلی حالتهای... بذارید فکر کنیم ببینیم چی میشه یکیش اینه این مثل سوال امتحانیه که شما میرین سر استخدام شرکت های درست ها ازتون میپرسن چرا این کشیده شده پایین آره تو شرکت های درست ها ها میپرسن که در واقع به عنوان سوالی که ببینم شما چه جوری مسئله رو تحلیل میکنین همیشه کشیدن چنین چیزهایی خیلی مفیده شما یکیش این بازه رو داره شما تو چند حالت میتونین به باک بخورید اگر اینو دارین و این رو هم دارین که خب مشکلی نداره دو تایشون هم ای ای هست. حالا مساویا رو من نمیکشم ولی مساویا هم مثل تو بودنن یه حالتش اینه که یکی دیگه واقعا کامل توی اون باشه یه حالتش اینه درسته یه حالتش اینه این اصلی است این چیزایی که مشکل درست میکنه است یه حالتش هم البته اینه که خب این در واقع با این یکیه در من تو سه حالت میتونم به مشکل بر بخورم حالا باید حساب کنم که در واقع شروع این و شروع این و پایان این و پایان این چه حالتهایی ممکنه با هم پیش بیان در واقع مسئله رو خیلی من ایده خوبی ندارم که خیلی خوب حلش کنم ولی نیازم نیست خیلی خوب حلش کنیم در واقع اگه امتحان هم رفتین شما مسئله رو حل کنید بعد شروع کنین هی بهینه کردنش اینجا هم نشون میدین که آپتیمایز رو میفهمین هم میفهمین که قدم به قدم میتونیم برین جلو افراد کمی هستن که یه ضرب بتونن جواب کلی رو بدن واقعا تو همچین چیزی هم که عملیاتیه و کلا در بدترین حالت در مثلا 10 سال بعد ممکنه 100 هزار خط دیتا داشته باشن ما حتی اوتو هم مسئله رو حل کنیم به مشکلی بر نمیخوره ولی چجوری باید مسئله رو حل کنیم ما باید اینا رو بخونیم یعنی من بگم بیا تمام این خط ها رو اول بخون درسته و نگردار که تو ردیف آیدی چند بودن خب بعد باید بیام بگم که همه ای ای ها رو با هم مقایسه کن در واقع من بگم ای ای ها رو جدا کن اینم جدا کن و بعد بگم که تو همه ای ای ها اول و آخرها رو با هم مقایسه کن دنبال همچین حالتهایی بگرد لاجیک کلیم اینه ولی بذاریم شروع کنیم نوشتنش ببینیم ازش چی در میاد اینو پاک کنم این قشنگرم حذف کنم باید بهش بگم که رفت کجا اصلا بنویسمش یه فایل جدا بنویسم آره ما واقعا میتونیم یه فایل جدا بنویسیم اصلا یعنی من بیام اینجا اینو برک کنم و اصولا چون این یه کار خیلی بزرگ مفصلیه یه کار جدا درست کنم بگم وی آی از اپ سنیتی چک رو پی رو درست کنم مثلا این واقعا سانیتی چک میکنه چند تا ایمپورت اصلی رو بکنم مثلا مای اسکیول دی بی رو میخوام پیست میکنه اینو پیست کرد خسته نباشه کنترل پیست کرد من بگم اینو میخوام مای رو اوکیه اینم بیام اینجا اینم نصف کنم نه اینم نصف کنم میخوام ببینم که در واقع برنامه ما کجا ران کنم در واقع میکنم چه مکانیزمی درست کنم همین کار خوبیه چون در واقع برنامه نصف مفصلیه در نتیجه خوبه که جدا درستش کنیم و ببینیم چی میشه پس من میام ایمپورت میکنم ما دی دیبیم رو این اوکی بعد میام بیایم اول همه دیتا رو بخونم بنابراین من کافی اون کانکشن هم رو استفاده کنم تابعه کانکت به دیتا بیز هم کجاست؟ uh, get کانکشن بود اسمش db مساوی get کانکشن اینم مساوی کرسر چی شد چرا وردش این دوگمه شب در اوجا بجا جا کرده واقعا با کپی کار میکردیم بگم خب اینم از این حالا مرتبش تبش میکنم بعد کافیه من بیام get db connection رو go to reference get db connection pick definition no definition control v خب اینم از این در واقع پس من باید import config من بکنم که بتونم این کارا رو بکنم درسته اوه شد اه آن دو insert من میگم که ست کن مود پیست رو و بعد بگم بالای خط باز کن اونو پیست کن که در واقع تمیز بشه و اینجا هم بگم ایمپورت کانفیک خب این دیفینیشن هم, هم تعریف کردم پس من اینم دارم کرسرم هم, هم گرفتم چیزهایی که از قبل میخواستم رو اووردم فقط من ببینم که آیا این رانم میشه یا نه تا ببرمش توی ویس کود که اینجوری نشه ولی مهم است. میخوام نره زیر خودم الان من میام اون پایین شده من برم اون بالا پش. خب سورس وی اف سورس وی اف سی دی اس ام اس سریال الان فقط دارم محیطم آماده میکنم که بتونم بنویسم دیگه اینجا پایتون اپ چک سنیتی بود چی بود اسمش CD سنیتی بود کلا پس میگم پایتون سنیتی پی وای ران میشه خب فقط این چرا خیلی از کار من خوشش نیومده میگه که دو تا بلانک لاین میخواستم اگر میخواستی خیلی قشنگ باشی حله خب در واقع این میشه یه ژانر اول کار من حالا بیایم دیتا رو بخونیم همشو من میگم کرسر اگزیکیوت کن برام چون دیتا ممکن زیاد باشه بهتر اگزیکیوتش میکنم میگم آیدی و ستارت سریال و اند سریال رو فرام سریالز برام بخون الان همشو خوندم خب من میخوام یه دیتا درست کنم یعنی لاجیک اینه که یه دیکشنری مانندی درست کنم یعنی من بگم من یه دیتا دارم به این شکله که ای ای توش خودش در واقع یه از... میخوام تاپل باشه آره دیگه خودش یه دیکشنری از شماره خط که توش یه تاپل هست خیلی درست نکشیدم ولی در واقع ایدم اینه که کل دیتا استراکچر هم اینجوری باشه بگم کدوم بخش از دیتا ها تو چه خطی از کجا تا کجا میاد این رو درست کنم و مثلا بگم AA خط یک از اینجا تا اینجا رو داشته خط چهار از اینجا تا اینجا رو داشته خط صد از اینجا تا اینجا رو داشته بعد که تموم شد AA بگم BB بی, بی فلان رو داشته و هر چیز دیگه ای به نظرم این مکانیزم تمیزی در واقع من همه دیتام رو یه جا جمع میکنم پس من میگم کرسر execute این اسمش رو میذارم راو دیتا چون فقط دارم دیتای خام رو الان میخونم مساوی کرسر فچ آل همه رو میخونم توی راو دیتا پرینت راو دیتا چون خیلی زیاد نیست و مموری داریم هیچ مشکلی پیش نمیاد بگرنه میتونستین در واقع کار ببینید الان این شکلی شد پس من کانکشن از اینجا قطع میکنم که خورد صفم بازتر باشه ببینید الان این شکلی شد من در واقع گفتم که من این دیتا ها رو خوندم چهار از این تا این یک از این تا این پس در واقع دیتا خوندنم درست بوده cd app vi sanity py چرا هایلایتش نمیکنه خب از این ببریمش تو همون بنویسیمش که قشنگتر تر میشه واقعا uh, sanity. اینه یه خوردم بزرگترش کنم که شما هم خوب ببینین این چی میگه Python interpreter not found. Formatter is not installed. با این اینستال کنیم یه دوست هم گفت بلک رو نصب کنم حتما بلک هم نصب کنم اگه بکنم یادم بمونه و باهاش یه وری بریم خوبه بذارین اینو نصب کنه پس من الان در واقع دیتام رو خوندم درسته حالا بعد اون استراکچرم رو درست کنم من میگم دیتا مساوی با یه دونه اینجوری فور درسته من الان یه دیتایی به این شکل دارم دیگه من خط به خطش رو بخونم بریزمشون اون تو اینم بعد بتونم از هم جدا کنم پس من یه همچین استراکچری رو باید بتونم جدا کنم کپی پس من اینجا یه دف دیگه تعریف میکنم میگم دف سپریت یه سترینگ هم میگیره gets این and returns a a و 90 این در واقع خیلی به نظرم خوبه دائما به دردمون خواهد خوردید شما باقیم این تیکه ها رو از هم جدا کنیم پس من میگم که میتونم همون شیوه ساده خودم رو برم با ایز دیجیت چک کنم با رجکس هم میشه ولی چون میخوام 100 هزار تا رو بارها و با بارها این کارو بکنم ترجیح میدم که با رجکس وارد نشم که مموری کمتری استفاده کنم یه خورده کنتر باشه اشکال نداره چنین چیزی مطمئن نیستم واقعا مموری چه جوریه ولی اگه رو وی پی اس بودیم که اوکی بود ولی من اینجا سعی میکنم مموری یه خورده هم باشه هرچند که پایتون زبون خیلی خوبی اصولا برای مموری حواس بودن نیست پس من میگم همون روش قبلی مو استفاده میکنم میگم که دیجیت پارت مساوی هیچی اونورم برم آلفا پارت هم مساوی هیچی بعد میام همش رو میام جلو آلفا و دیجیت از هم جدا میکنم فور کاراکتر این سترینگ کنم اسم سترینگ اینجا خوبه که معلوم باشه همه جا که اینپوت سترینگمونه for character in input string if character is alpha که قبلا داشتیمش در صورتی که فقط alpha نامریک بود alpha part به علاوه مساویه با character else الیف بذاریم حالت عادی هیچ وقت نباید پیش بیاد دیگه چون ما در واقع این رو از هم قبلا جدا کردیم الیف کرکتر ایز دیجیت بود دیجیت uh, پارت به علاوه مساویه با کرکتر و بعد ریترن کن چی رو آلفا پارت و چی رو دیجیت پارت ولی دیجیت پارت اینتجرش رو برگردون خیلی هم قشنگ ما میتونیم تو برنامه اصلیمون دو سه بار صداش کنیم فقط ببینیم که درسته یا نه امیدوارم املاش رو درست نوشته باشم تا اینجا میاد اوکی پرینت کن سپریت آ صفر نوت رو اگه نو درست کار کنه بقیه شون هم درست کار میکنن سیف رانش میکنیم میگه که اینجا ما اسکیول دی نداریم چون این اون رو لود نکرده مهم نیستش یه روش حتما داره که لود کنه ایز الفا با اینا نداشت ایز الفا اینجوری بود اینو امتحان میکنیم اگر نشد چک میکنیم سیوش کردم دوباره رانش میکنیم درست شد ای ای و 90 رو برای من برگردون پس من در واقع الان میتونم سپریت کنم هرچی رو دارم پس میتونم بیام اینجا بگم که for i for i for row in uh, raw data. هر کدومش جدا میشه من بگم id و start serial و end serial مساوی رو اون ستا رو از هم جدا کردم الان بعد بگم که خیلی از رو چی بزنم استارت استارت سریال دیجیت اوکیه خیلی خوب نیست ولی در واقع در نهایت در رو کم میکنه بذاریم درست بنویسیم استارت سریال چون بعدش دیگه چیز بهمون کمک میکنه دیگه تپ استارت سریال دیجیت و استارت سریال دیجیت حواسم هست به در واقع اینجا باید چون اول آلفا رو برمیگردوندم آلفا و دیجیت مساوی با سپریت ستارت سریال و همین کار رو میکنیم با اند سریال آلفا و اند سریال دیجیت مساوی با سپریت اند سریال اوکیه؟ من در واقع این رو الان درست کردم تیکه هاش رو میتونم یه پرینتم بکنم ولی میتونم پرینتم نکنم چون دیتام کمه مینویسم میرم جلو ببینم چی میشه دارم به این فکر میکنم که نکنه دیسکم پر بشه چون که این مکه خیلی دیسکش کمه new window df-h اوه کدومی که حالا منم پر شده درسته دیگه نه این صرف گیگابایت این پونزده دیتا یه چیزیش هست بالاخره این یه دیسک یوتیل خودش داره اویلیبل همه من اینم اینجوری که نشون میده نه اینکه فان دیسک دیسک پونزده اویلیبل نه گیگ از این نگاه نوح که یه ولی شده نمی آوردش بعد به مک میگن خوبه خب به ادامه میدیم دیسکیوتیل احتمالا داره یه برنامه که این کار رو میکنه پس من اینا رو اومدم از هم اجزاش رو جدا کردم حالا باید بگم دیتا این آیدی هم اینجا اسم خوبی نیست دیگه آیدی رو کرد آیدی در واقع لغت کلیدی پایتونه خوب استفادهش نکنیم یکی تذکر داده بود حرفش هم درسته الان من از رنگش گفتم پس من میگم آیدی رو row... نه 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 دیتا Data... اولا که اگر این دوتا با هم فرق کنن خوبه یه وارنگی بزنیم یعنی من بگم ایف ستارت سریال آلفا Start سریال آلفا نامزاوی بود با ستارت ببخشید اند سریال آلفا دو تا حروفش جدا کردم یعنی تو هر خط اینا با هم مساوی باشن اگر این دو تا با هم مساوی نبودن فلش کن لتر پارت نمیم چوبه بگم همه آلفا پارت میگم alpha part of row اولیش چی بود من فقط دارم جداش میکنم الان چک نمیکنم من فقط اینا دارم جدا میکنم می میکنم دیتا استرکچر هم باید چه شکلی باشه در واقع من الان اومدم اینا رو جدا کردم چک الان اصلا نمیکنم من فقط اینا رو میریزم تو دیتا استرکچر و بعدا حلشون میکنم ولی اینجا هم اگر با هم مشکل داشته باشن اصلا نریزمشون دیگه کارم درست بود در واقع اگه اینجا واقعا نداشته باشن من اصلا نمیخواد دیگه بریزمشون alpha part of row اسمش چی بود؟ ID row is not same و danger حالا کاری که میکنم اینه که من بعدن این فلش هم اونجا کار خواهد کرد ولی من فعلا فلش هم اینجا تعریف میکنم فلش هم توی اون گویه کار خواهد کرد دیگه ولی من فعلا فلش هم رو اینجا تعریف میکنم که مسیج و لول رو میگیره پرینت میکنه لول و مسیج رو خب برعکسش کردم که بگه وارنینگ فلان پس اگر یکی اینجا اشتباه بود اینجا انتظار دارم حداقل به من وارنینگ بده که در واقع شما این اصلاً این خطتون دیتاتون اشتباه مستقل از همپوشانی این بد نشد دومیش دو اینه که من بیام بگم که اگر حالا یکی بود در غیر این صورت بگم دیتای های کلی من چیش حالا این که انتظار میره الان یکی باشن در نتیجه من میگم ستارت سریال آلفا مساویه با در واقع اون شماره خط مساوی نباید باشه الان فقط بهش اضافه کنه چون دفعه بعد قبلی ها رو حذف میکنه ولی الان مینویسم بعد اینو حل میکنم مساوی با خودش یه استراکچریه درسته؟ این در واقع هم بگم اون آیدی روش در واقع می نشون میده که اگر من میگم این سوال امتحانی خوبیه برای اینکه نشون میده شما چقدر ساختار داده رو میتونید واسه خودتون عوض کنین شاید این راه حل پرفکتش نباشه ولی راه حل قابل دفاعیه Start سریال دیجیت و end سریال دیجیت من در واقع الان گفتم که اگر مساوی نبودن که حلش کن در غیر این صورت اون ساختاری رو درست کن که آآ دو نقطه یکش اینه خط چهارش اینه که بالاتر براتون تعریف کرده بودم فقط الان خب هر دفعه اینو ارور میده من باید بگم در غیر این صورت اگر وجود داشت if در واقع id رو این دیتا start سریال alpha اگر این بود چه بامزه شد اما با بگم اگر ستارت سریال آلفا اگر اون کده بود توی دیتا ها اگر نبود توی دیتا ها if not این بهتر شد خیلی ایفامون رو تو در تو نکنیم به قول آقای توروالس اگر نبود دیتا استارت سریال آلفا مساوی با یه دونه ساختار جدید پس درستش کنه. حالا اگر آیدی رو این تو نبود هم اون رو هم درست کن این در واقع اگر آیدی رو تو اون مجموعه نبود هم بیا دیتا ستارت سریال آلفا رو مقدار آیدی رو رو مساوی این قرار بده الان به نظرم درست شد و بعد میگه که اونو بنویس تو این بریم تهش یه پرینت بذاریم ببینیم چی میشه پرینت کن دیتا رو یا شانسو یا اقبال ببینین درست شد کاملا برنامه قشنگی بود اینجوریش کردم که راحت تر ببینید ببینید به من میگه که AA تو خط 4 از 90 تا 100 تعریف شده تو خط یک از 100 تا 200 تعریف شده تو خط سه از این تا این تعریف شده ای تو خط 6 از این تا این تعریف شده تو خط دو این تعریف شده ای هم این تعریف شده من حتی میتونم اینجای با بازی هم در بیارم بگم به مایسکویل وصل شو اینو یوز کن سلکت کن هر چی هست فرام سریالز میخوام یه دونه الکی هم بذارم توش که اون مشکل را هم ببینیم که کار میکنه یا نه insert into serials values چندو هفتو و هفتو و دیسکریپشن رو هفتو و اینجوری گفتم که راحت دیده بشه و این رو مثلا از 190 تا حالت عادی باید این می بود دیگه تا A B 1100 بود من میگم تا A C بزار بذار و زمان رو هم همینو بذار بره تئوریش باید درست باشه آره حالا اگه من سلکت کنم این رو این میشه بیام بیرون از اینم بیام بیرون سفرم پاک کنم دوباره سنی تیم رو ران کنم Traceback name message is not defined. بعد هم نیست. ببینید در واقع دنجر داد. Alpha part of روی هفت is not same. در نتیجه این در واقع مشکل رو حل کرد. یه خورده فقط میتونم بهترش کنم. بگم که در واقع اینجوری شد. دنجر بده. Start serial and... end serial of row فلان start with different letters این در واقع یه خوردم حتی بهترش کرد اوکی okay. پس در واقع من یه پله الان مطمئنم که برنامه بهتر کار میکنه سنتی چکه من این رو درست کردم حالا بیایم بریم چک کنیم که آیا این مشکل داره یا نه چکش خیلی کار راحتی هم نیست چون من یا باید بیام اینا رو اول سورت کنم بعد با یه لاجیکی تا نصف هر کدوم رو بعد از خودش چک کنم بعد از خودشم خیلی راحت نیست چون اینا اوردرد کی تعریف نکردم یه خورده قاطی پاتی میشه یعنی من میتونستم اینو سه تیکه هم بکنم برای اینکه سریعتر تر کنم میتونستم به جای اینکه این ساختار رو تعریف کنم ساختار رو بیارم با چیز تعریفش کنم اری باشه اینم به جای دو تا سه تا باشه بگه خط 4 از 90 تا 100 که بتونم هر دفعه هر کدوم رو با بعدی تریف کنم به جای به اوردر او که احتمال الان درست میشه اوردر اولاگ ان بزنم به احتمال زیاد آره ان تو چیه خلاصه فکر کنم هم میگن به ولی من الان کار نمی کنم چون در نهایت دیتا من بعد از چند ده سال صد هزار خطم نمیشه در نتیجه چند ده سال نه بعد از ده سال در نتیجه میام همین خط رو ادامه میدم من الان ساختارم رو دارم چنین چیزی حالا من میخوام چک کنم برای هر کدوم از این کلیدها ها داخلش رو چک کنم بیایم بنویسیم فور فور لترز اون لتر اول این دیتا کیز در واقع تو همه کلیدا print letters خب ببین a a و a b و a c رو من باید چک کنم پس درسته حالا میگم که for data letters در واقع همه اونها الان هستن پس در نتیجه for این در واقع رو آیدی منو برمیگردونه دیگه for row in data letters <تصفح> print row در واقع الان میگه اول چهار یک سه رو برخواهد گردوند <تصفح> چی گفتم آره حالا باید چجوری چکش کنم من میخوام چیکار کنم بگم اگر داری ای ای رو چک میکنی اولی رو بگیر با همش چک کن دومی دو رو بگیر با همش چک کن سومی رو بگیر با همش چک کن مشکلش که تکراری در میاد اشکال نداره یه خوردم طولانی تر میشه در مقابل اینکه من بخوام الان برنامه رو عوض کنم شاید واقعا برنامه رو عوض کنم بهتر باشه برنامه رو عوض کنم واسه اینکه تکراری در میاد خیلی زشت میشه پس من به جای اینکه این رو کلید تعریف کنم میگم اگر نبود خیلی کارم آسونترم میشه اینجا میگم اگر تعریف نشده بود تو دیتای اری تعریفش کن فقط و بعد دیگه به اینم احتیاجی ندارم من هر دفعه میگم دیتام رو اینسرت کن توش ببخشید اپند کن توش به اون ترکیب آیدی رو اون و اون و بعد بیا پرینتش کن دیتا رو اپن میگه سه تا میگیره شما چرا اینو به من دادی عزیزم میگم یه پرانتز دیگه میذارم که این بشه تاپل دیتای من این شکلی میشه میگه آآ توش این ترکیب هست در من الان میتونم هر کدوم فقط دیگه با بعدیاش چک کنم این یه خورده تمیز ترش میکنه خب پس من میام اینجا پایین میگم که اون قشنگتر تر بود دیتا استرکچرش ولی خب این هم برنامه ساده تر شد هم تمیز تر میشه میگم به ازای هر دیتا کیز این دیتا اینا رو چرا ایراد میگیره چی میگم Consider iterating the dictionary directly. آفرین. خیلی کارش قشنگ بود. خب حرفش منطقیه. در واقع کار قشنگتر اینه که من به جنگ کیزو بزنم مستقیما اینو بزنم لترز رو من میده دیگه. بعد میتونم بیام بگم که حالا فورم رو بنویسم. ساختارم هم قشنگتر شد. لترز رو در واقع من الان همون ای ای و اینا رو به هم میده. حالا میگم فور دیتا letters for this one in. برای اون یکی تو این ببینم چه جوری از همه قشنگ تر میشه نوشتش واقعا قشنگ نمیخوایم بنویسیم ولی در نهایت معقول بنویسیمش Uh, عدد رو میخوام استفاده کنم پس این بهتره for i in len data letters اینجوری بهتر شد چون اول صفره بعد من میتونم هر دفعه از بعدیش تا آخریش بزنم for j in رنج uh, آی تا لنه دیتا لترز در واقع من اول ببینید میخوام چیکار کنم من میخوام بیام ای ایو بگیرم این رو در واقع میخوام مقایسه کنم پس میگم برای صفر و یک و دو استفاده کن بعد که صفره میگم با یک و دو مقایسهش کن بعد که اینه میگم با این و این مقایسهش کن هر دفعه دارم میرم یکی جلوتر پس در واقع خوبه که آیه به علاوه یک برای این بذارم در واقع n لاگ nش کنم به جای n2 و بگم پرینت الان چی رو با چی دارم مقایسه میکنم خودم قاطی کردم چی دارم میکنم خب بذار اینجوری متغیر بذارم در واقع حالا میشه id رو یک من سریال uh, استارت یک من سریال اند یک من مساوی میشه با دیتا لترز آی و آیدی رو دوی من استارت سریال دوی من سر اند سریال بهتر بود چون همه اینجوری استفاده کردم اند سریال دوی من مساوی با دیتا لترز جی خب print id رو یک id رو دو start serial یک end serial یک start serial دو end serial دو یه اضافه کاری بود ولی بیایم ببینیمش It's not iteratable. کجا رو گفت؟ خط چهل و شیش دیتا لترز چجوری هم گفت پرینت دیتا و اینجوری بزنیم دیتا لترز میگه که اول دیتا من اما اول اول مشکل پیش اومد این تابجکت از نات ایتریتیبل معلومه که گیج میزنم اما ولی اشکال نداره خوبیش اینه که میبینین که برنامه همین اینجوری نیست که یکی شروع کنه تایپ کردن بره جلو الان درست شد در واقع میگه تو خط مثلا چهار از یک تا 90 بوده صد بوده آهان چهار رو دیگه نداشتم من لترز رو در واقع نداشتم آیدی رو یک رو داشتم در من اینجا باید لترز رو هم بزنم میگم لترز آیدی یک آیدی دو اس یک یکا و دو دارم میگم تو AA اي خط 4 اگه بخوام با یک مقایسه کنم 90 تا 100 رو 100 تا 200 رو باید مقایسه کنم تو خط اي اي توی رنج AA 4 تا 100 رو بخوام 4 و 3 رو بخوام مقایسه کنم 9 تا 100 رو و این رو مقایسه میکنم میبینین که منطقش هم داره خوب پیش میره پس در واقع مقایسه های منم الان شد کمتر خیلی حالا فقط کافیه بگم ایف اگر یکی از اون شرایط برقرار بود اون شرایط چی بود شما میدونید شرایط چی بود میکشیمش این اولیمه یعنی من در واقع میشه سریال استارت یکم سریال اند یکم خب حالا یه حالت اینه که اینجوری بود اشکال داشت اینجوری بودم اشکال داشت اینجوری بودم اشکال داشت این سه حالتشه درسته؟ پس اینا همه اولا همه اس اس هن. این پایینی ها همه دوان. من باید همه این حالت ها رو به نظرم بنویسم کجا رفتی متاسفانه میره اگه من بخوام بنویسم اشکال نداره پس میگم که اگر استارت سریال یکم بزرگتر بود از استارت سریال دو خیلی زیاده که نوشتن همش راه حل بهتری نداره یه لحظه فکر کنین اما برای هر کدوم از اینا دوتا بنویسم بعد نیست دو ولی میخوام شکل قشنگتری در نمیاد نه and start end یکم start end یکم بزرگتر بوده از استار سریال خب اینو میتونم اینجوری بنویسم اصولا شروع کنیم این شکلی بنویسیم ببین یه خورده قشنگتر شد یه خورده فکر کنین درست میشه من این نقاط رو یکی یکی تست میکنم در من میگم که این ستارت انده چیه دارم این فکر میکنم که چه شکل جذابتری میشه نوشت و آیا این خوبه اصلا یه فانکشن باشه که چهارتا نقطه رو بگیره بگم چون تداخلی با هم دارن یا ایف بنویسم و اینجور چیزا ایف کالیجنه این چهار نقطه استارت سریال یک استارت سریال اند سریال سریالم هم حذف میکنم آنچه دیگه الان که بذارم اند سریال یک استارت سریال دو اند سریال دو اگر تداخل پیش اومد حالا من تداخل رو با چهار تا نقطه نشون میدم که یه خورده کارم تمیز تر بشه یعنی من میگم دف کالیژن uh. استارت یک من شما رو ترک کنم یه لحظه میرم میام برای اینکه این, این دیسکه رو هندل کنم که مطمئن بشم پر نمیشه واسه زبط برمیکردم من خیلی طول کشید اونا مجبور شدم رندر کنم و بعدش فایلاش رو پاک کنم در نتیجه الان یه خود دیگه دیسک خالی شد ما اینجا بودیم نه این چی دیگه این از قدیم داشتیم ما کجا بودیم اینجا بودیم آره بذارین هدفونم هم که نمیگم بهش میگم میکروفون خب ما اینجا بودیم و داشتیم اینو تست میکردیم و در عین حال اینجا هم بودیم و زدیم پایتون سانیتی درسته بهمون اینا رو میداد داشتیم تست میکردیم آها یاد آمد کجا بودیم ما در واقع داشتیم این کالیژنمون رو مینوشتیم میگفتیم اس 1 اند 1 استارت 2 اند دو رو بگیر و ریترن کن که آیا اینا کالیژن دارن یا نه برای که کالیژن دارن یا نه من میتونم همون طولم رو بیارم که یه خورده بیشتر یادش گرفتم بگم این میشه S1 این میشه اند یک و بعد رنگ رو عوض کنم حالت های مختلفی که کالیجن درست میشه رو بکشم یکیش اینه در واقع S2 اند دو یکی دیگهش اینه که میشه S2 اند 2 یکی دیگهش چیه اینه یکی دیگهش هم اینه در واقع تو این حالت ها من به مشکل برخواهم خورد یعنی این میشه S1 S2 اند 2 و این میشه S2 و اند 2 من باید همه این حالت ها رو تو کدم پیاده کنم و بگم اگر یکی از اینها بود برگرد پس بیاین اولیشو بنویسیم میشه S1 بین S2 و I2 باشه یعنی من بگم if S1 بین چی بود؟ S2 بود و I2 return false یه سری if میشه دیگه فقط خیلی تمیزتر شد واقعا if اینو بنویسیم ای 1 بین S2 و ای 2 یعنی S2 E1 و ای 2 حالا امیدوارم که که درست باشه باید یه بار دقیق تر نگاه کنم حالا وقتی نوشتیم البته میشه دقیق تر هم نگاه کرد return false اگر این نبود if بیایم اینو بنویسیم اوه, اوه این سخته اینو لازم نیست بنویسیم چون اگر این باشه عملا اگر S1 بین یعنی S2 اینجا بیفته تو این فرمول ما کاملا قبول کردیم که برنامه ما خرابه دیگه درسته؟ من گفتم اگه این در هر حالتی این وسط بیفته مشکل داره این در هر حالتی این وسط بیفته مشکل داره اگر این بیفته اینور که یعنی این افتاده اینور این حالت هم بیایم بنویسیم S2 و E2 البته ممکنه حالت های دیگه ای رو از دست داده باشیم در نهایت اگر یکیشون وسط اون بود یعنی مشکل داره دیگه خیلی جریان ساده ایه آره پس اگر در این توی اونا باشه یعنی به هر حال S1 آره من بگم S1 وسط دو نباشه در هر حالتی E1 وسط دو نباشه در هر حالتی اینم با این بنویسم مطمئن نیستم که اینو هم میکنن یا نه ولی خطری نداره پس من S1 رو میگم بین S2 و E2 نباشه E1 کم نباشه اینه همین رو هم برعکس میکنم برای در واقع دو یعنی این میشه یک اینم میشه یک این میشه این می دو اینم میشه دو اینم میشه این می یک اینم میشه یک چون هم اسم ما متد کالیژنه اینا رو میکنیم true چون در واقع داره برمیگردونه که کالیژن داشتیم یا نه خب اینا درسته ممکنه اینجا لاجیک هم اشتباه کرده باشم بعد کمی بهش فکر میکنم ولی چون میخوام برنامه رو ببندم با همین میرم جلو ایده بی خودی بود بذارین یه بار دیگه نگاه کنیم من میگم اگر S1 بین S2 و ای 2 باشه در واقع این حالت رو در نظر گرفتم این حالت همیشه مشکل خواهد داشت این هر جا که بیفته مساوی ها هم همه مشکل دارن دیگه یه حالت دیگه اینه که اند که من بین اینا باشه اینم در هر حالتی مشکل برخواهد خورد حالت برعکسش هم هستش اونم اینه که میدونی چی منظور دارم به چی فکر میکنم اگر اس دو بین این دوتا باشه یعنی اینکه حتما یه یک اینجا هست یا نه ولی خیلی مهم نیست در واقع تو کدمون چون هدف رو می میکنیم در واقع می میگردونیم. یه چک اضافه چرا میشه؟ واقعا در نهایت امر که مهم نیست ولی کد یعنی نظر ریاضی. اما در نهایت میتونیم بهش باش کنار بیایم. اس 2 اینایی که ریاضیش خوبه یا برنامه‌نویسی مسابقه ایش خوبه احتمالاً میتونه براتون اصلاح بهتری انجام بده. یا حالت دیگه اینه که ای 2 بین اینا باشه یا اس 2 بین اینا باشه. اوکی اگر اینها رو ترو برگردون else در دیگه رسیدیم به اینجا return false پس من در واقع کالیژن رو نوشتم حالا میگم اگر اینها کالیژن داشتن فلش میکردم فلش کن there is a collision between row ids هم اومد من دیگه باید برم id رو یک and id رو دو اگه این درست کار کنه در واقع ما کارمون رو انجام دادیم برنامه رو, رو میبندم فقط بعدا میریم سراغ اینی که بعدا این رو بچسبونیم به سیستم اصلی بذاریم برنامه رو ران کنم ببینم چی میشه flash missing one argument چون میکردم این رو بذارم چیزا دیفالت رو بذارم دنجر ولی تو پرینت. ولی این بهتره در ایز کالیژن بتوین روی چهار و یک کالیژن بین یک و سه کالیژن بین شش و دو به نظر درست میاد mysql در شیو اینجوریش کنم MySQL در شیو روت اینو پاک کن و اینو سلکت کن ببین او چی شد کاونت سلکت کردیم سلکت هر چی فرام سریالز. این میگه خط یک خط چهار و یک با هم مشکل دارن چهار اینه که ای ای 90 تا ای ای 100 خط یک از صد تا 200 مساویش درست کار کرده میگه دنجر دریز کالیژن بتوین یک و سه یک و سه 100 تا 200 110 تا 120 اینم درسته بعد میگه یک کالیژن هم داریم بین 6 و 2 6 آ ای بی و 2 500 درسته 500 تا 600 90 تا 1100 اینم درسته خط هفتم که میگه مشکل داره چون اصلا اولشون یکی نیست درنچه من اشکالات رو نشون دادم تنها کاری که میکنیم شاید بد نباشه که همون تعداد رو دوباره ذخیره کنیم یعنی من اونجا بعدا کلش رو بشمرم برگردونم و ببینم چند تا برمیگرده و غیره و غیره که تو اون کد اصلی درستش میکنیم نه میتونم اینجا درستش کنیم واقعا get database connection اینجا بذارم در واقع برنامه اصلیم که داره ران میشه قبل از این بذارم نه اونور درست میکنم که اون متغیرارم از اون بر بیارم مکس فلان و اینا رو پس من در واقع الان کدم درسته و نشون میده که حداقل در یک سری از حالتهای زیادی این ارورها رو نشون میده ایدم اینه که توی گویی یه دکمه بذارم هر وقت زدن بره سنیتی چک کنه که دیتابیستون به نظر من درسته یا نه یا توش مشکل جدی میبینم چرا این کار تو ایمپورت نمی چون اینا ممکنه دو تا آدم جدا باشن من نمیخوام خب کلا بگم اینو نمیتونی ایمپورت کنی تا درستش نکردی ایمپورتش کن بعد رو حل کن اوکی در نتیجه میریم جلو و ببینیم چی میشه فعلا